سلام برادر در عزیز مهمونای عزیز آخرین سرودی که خوندیم واقعا من عاشق این سرود هستم که در مورد وفاداری خودش صحبت میکنه میگه که روزی نبود که یا ما اینو اعلام میکنیم کسی که واقعا با عیسی مسیح راه میرن روزی نبود که کنارم نباشی روزی نبود که من رو, ب... رو با از ابتدا تا انتها وفاداری امین تا به ابد آمین و قسمتی دیگه هم یه داستان ما بی پایان است عزیزان داستان ما زندگی ما بی پایان است میدونستین خیلی کم می دونن هم فکر میکنم هیچ کسی آمین نمیگه ابدیه و این چیزی که خداوند به ما بخشیده حیاتی که به بخشیده حیات ابدی هست میتونید تصور کنید ما هیچ موقع نخواهیم مرد ما فقط منتقل میشیم به حیات جاودانی آمین خدا رو شکر و این خدایی هست که وفاداره سوال میکنه از ما که چقدر ما وفادار هستیم ما الان تقریبا چهار هفته بود که آخرین باری که من موعظه کردم و موعظه این بود که زمانی که میایم به حضور خدا و میگیم که عیسی مسیح دوست دارم و عیسی مسیح میگه که چطور دوستم داری میگه من قلب خودم رو به تو سپردم من مال تو هستم بعد از این میگه که باشه اگه مال, تو مال, من هستی پس دستای من دستای تو مال منه چشم تو مال منه گوش تو مال منه هر چیزی که درونت هست مال منه به این خاطر زمانی که ما قلب به ایسای مسیح میسپاریم و همینطور میگیم خداوند من, من با تمام دل و جان خودم رو میسپارم پس باید تمام زندگیمون فکرمون همه قسمت های زندگیمون زیر دستایی او بیاد و اونجاست که ما به مشکل بر میخوریم ما گفتیم که سه هفته پیش میخوام دوباره یادآوری کنم چون قسمت‌هایی هست میخوام دوباره این موعظه رو ادامه بدم که سه نوع ایماندارهایی هستن ایماندارهایی هستن که متعلق به خودشون هستن هرچقدر خدا ما رو باز خرید کرده از دست, دست شیطان فقط ما میگیم زندگی من مال من متعلق به خودمون هستیم بعضی مسیحی هستن ایماندار هستن که بعضی وقت هست که بدن های خودش رو به عیسی مسیح قرض میدن میگن باشه برای این کار به تو قرض میدن فقط زمانی که تمام شد دوباره برمیگردیم و دوباره من تسلط دارم روی زندگی من روی فکرهای و دستای خودم برای این چیزهایی که دوست دارم قلب من برای این چیزهایی که من دوست دارم استفاده می کنم چشمای من برای این دوست دارم بعضی وقت هم دوباره یه چیزی میشنوم باشه و که خداوند الان برای این کار به تو بدن خودم رو غرض میدم و این دومین دومین نوع هستن و سومین ایماندارها افرادی هستن که واقعا خودشون یعنی متعلق به عیسی مسیح هستن هر چیزی که دارن فکر و هدف و آرزو هر چیزی که دارن به دست خدا من میسپارن چون چشیدن دیدن که خدا نیکوست باور کردم به وعده های خدا باور کردم به خاندگی خدا باور کردن به اون خونی که عیسی مسیح روی صلیب ریخته فقط برای این نیست که من بتونم در این دنیا فقط برای خودم زندگی بکنم بلکه اونا هستن که تجربه کردن گفتن خداوند من, چی داشتم کجا بودم خدا با این زندگی که از این جهنم تو من رو نجات دادی الان آوردی اینجا چی میتونم بکنم با معمولا اینطوری هست که زمانی که میایم به عیسی مسیح اکثریت افرادی که میان به حال از یک زندگی تلخی میان با شکستا میان به حضور خداوند بعد از این عیسی مسیح نجات میده هویت میبخشه و اونجاست که بعد از یه مدتی که دوباره ما رو ساخت دوباره ما رو زخما هر چیزایی که در نفس ما داشت فکرای اشتباه تصویرای اشتباه همه چی رو برداشت بعد از این میگیم که مثل اینکه رفتیم پیش دکتر مرسی خدا من همه چی رو برای من آماده کردین الان برش میگردیم دوباره به زندگی خودمون یک آیه خوندیم چهار هفته پیش بود که در رومیان با به آیه دو میگه که لحظه ای برادران و خواهرای من یا شما را به رحمانیت خدا استدا می کنم که بدنهای خود را بدنهای خودم را می کنیم می بدنهای خودمون را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذاریم که عبادت مغلوب شماست بعضی وقت هست که ما بدنهای خودمون به اختیار خداوند میذاریم فقط اینجا میگه که بدنهای خودت رو چطور؟ مقدس یعنی در پاکی زندگی میکنه خدا نمیتونه با یک به یک بدنی استفاده کنه که اصلا مقدس نیست و پاک نیست و دنبال زندگی خودشه به این خاطر ما در این قسمت فکر میکنیم و بعضی وقت هست که واقعا برادر خاله عزیز بعضی وقت که باید یک موضوع شاید دو سه, بار چهار بار گوش کنیم که واقعا خدا بتونه با قلب ما صحبت کنه هفته گذشته نسرین هم در مورد این قلب هایی صحبت کرد که باید شغل زده بشه واقعا تمام سنگ ها چیزهایی هست که باید ورداشته بشه و خیلی چیزایی هست موعظه خیلی عالی خیلی مهمی بود چون بعضی وقت این بزهایی که خداوند این کلام پادشاهی خودش رو توی قلبای ما میکاره چون اونقدر سنگ هایی هستن خودخواهی های هستن و آرزوهای جسمانی هستن اینا همه این دانه ها رو خفه میکنن و بعضی وقت هست که هفت مثل هفته گذشته تعداد زیادی آمد این جلو یا و ما هم دعا کردیم برای شما معمولا نرمال ورداره اگه واقعا این تصمیم رو گرفته بودین یعنی یه چیزی هست که باید از یک شنبه شب به بعد باید شروع کنی به شق زدن شق زدن یعنی چی؟ یعنی خدا رو جستجو بکنین خداوند به من نشون بده چه عیب هایی در من هست چه مشکلهایی در من هست چه تصویر اشتباهی داریم وقت برای خداوند بذارین در حضور خداوند همه چی رو بیاریم قلب خودم رو باز کنیم ببینیم که چه مشکلایی هست افرادی هستن که شنیدم میگن که حالا من بد شد از روز یک شنبه واقعا متوجه شدم چقدر گناه در من است احتیاج نیست خودتو محکوم کنی خدا اینطور چینجا نورده که تو رو محکوم کنه آمده فقط به تو نشون بده که مشکل داری فقط در همون لحظه عکس عملی که ما باید ورداریم اینه که یک شنبه شب بریم خونه اگه واقعا ما اینجا توبه های واقع درست کردیم و همینطورم هم آمدیم یک شنبه شب باید حضور خدا رو جستجو کنیم میگیم خداوند من آمدم توی یک شنبه بعد از اون با من صحبت کردی الان میخوام اینو عمل کنم الان میخوام واقعا توی این هفته دو هفته سه هفته روزه بگیرم دعا بکنم خداوند که شوق زدن درد داره زمانی که به شناخت خودمون میرسیم واقعا درده بعد خدا محکوم نمیکنه خدا میگه که من فقط به تو نشون دادم الان تو مسئول هستی منو جستجو کنی وقت برای من بذاری در کلام باشی حضور منو جستجو کنی روزه بگیری اگه واقعا میخوای شوق بزنی باید روزه بگیری خیلی قسمت خیلی سنگهایی در قلب من بود در زندگی من بود در نفس من بود که واقعا دیدم که بدون روزه نمیتونم واقعا باید بیامدم آدم جلوی خدا من وقت میذاشتم چند روز فقط در حضور خدا من بود زمان سخت و دردناک بود فقط خدا میگه که این, این زمان ها رو نگاه میکنه میگه که واقعا این شخص با تمام دل میخواد و اون موقع خدا بیاد به تو نشون میده فکر نکنین که عزیزان هفته گذشته اینجا آمد اینجا دعا کرده شده رفتی میگه آه الان خدا همه سنگار رو بر میداره نه ما باید جستجو کنیم ما باید دنبالش بشین فقط زمانی که این کارو کردیم ثمره این خدمت یا این خدمت این ثمره این رفتارش ما روشی که الان میرین که واقعا شوق زده بشه ثمره رو خواهین دید اقتدار شادی اشتیاق این چیزهایی هستن که در ما شروع میکنن به رشد کردن اگه کسی اینجا موافق است بگه آمین. آمین چرا دنیا ایسا را نمیتونه ببینه؟ چون که ما به ایسا آنچه که متعلق به اوست نمیدهیم چون مسیح باید به وسیله ما دیده بشه درسته یا نه به وسیله کلیسا خود عیسی مسیح خودش معرفی میکنه کلیسا یه مکانی هست یه جامعه خداست که اونجا عدالت خداست محبت خداست فیض خداست وفاداری خداست اشتیاق خداست که کلیسا مسئولیت رو داره و تک تک اعضای بدن مسئولیت رو داریم عیسی هم ظاهر کنیم فقط زمانی که ما بدن خودم رو به اختیار خداوند نمیسپارم و بدن خودم برای کار خودم استفاده می خدا نمی از تو و از کلیسا استفاده کنی که خودش رو ظاهر کنه نه فقط کلیسا ما اصلا کلا تمام دنیا به این خاطر پولس میگه که بدنهای خدا خودت رو قربانی زنده مقدس زنده یعنی هر روز تو زنده هستی هر روز راه میری هر روز فکر میکنی هر روز صحبت میکنی هر روز گوش میکنی هر روز نگاه میکنی و خداوند میگه که چشمای خودت رو به من بده گوشهای خودت رو به من بده دهنت رو به من بده دستایت رو به من بده که من بتونم کار خودم رو در این دنیا انجام بدم نه با قدرت نه با قوت بلکه به وسیله روح جرأت در جرأت این چیزایی هست که دعوتی هست که ما دعوت شدیم عزیزان چهار هفته پیش هم در مورد اتعتیق صحبت کردم گفتم یک کسی که برده برده است که بعد از شش سال قانون یونان اه 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 اسرائیل اینطوری بود قانون خدا اینطوری بود کسی که شش سال برده یک شخصی است بعد از این هفتمین سال دیگه آزاد میشه از این بردگی الان میتونه زندگی خودش رو انجام بده مستقل باشه یا خودش میتونه تصمیم بگیره میگه نه من ارباب خودم رو دوست دارم من داوطلبانه دوباره میرم و غلام میشم یا برده میشم و نشانش این بود که یک حلقه حلقه به گوش میگذاشتن که این حلقه نشانه اینه به هر کسی که مثلا تو خیابون میرفت این حلقه رو میدید زن و مرد متوجه میشد این یک کسی هست که چیه اربابش رو دوست داره داوطلبانه برده شده داوطلبانه هست الان متوجه شدین تو این پنجاه سال چقدر شیطان پرستا چه فکر میکنه از کجا میاد این تمام حلقه هایی که اینجا آویزو میکنن از دماغش و از گوشاش و از همه جای هر جایی که هست نشانه چیه فکر میکنین الان موده نه این نشانه اینه که من متعلق به شیطان هستم من باور به شیطان میکنم و برای او ایستادم خیلی جالبه که اینطوری با اقتدار این کارا رو انجام میدن کسانی هستن که 100 تا یا چند تا 50 تا هو اینجا گذاشتن میخوام بگن که من متعلق به شیطان هستم این مود نیست عزیزان چه 50 سال پیش این تمام چیزا شروع شده الان بعضی استفاده میکنن برای مد بعضی وقتی اینطوری نگاه میکنم میبینم که مثل اینکه شیطان خدا رو مسخره میکنه ببین خدا فرزندان من همه اعلام میکنن این با این حلقا میان میخوان بگن که متعلق به شیطان هستم فرزندان تو ببین نگاه کن این فرزندان تو هستن که با خون بره هم میگی که نجات پیدا کردن همه زندگی خودش رو میکنن همه قایم میکنن همه کارهای خودش رو انجام میدن کسی نیست برده باشه یه حلقه های هست که ما داریم حلقه های نامریه که فقط خدا میتونه این چیزا رو ببینه و بعضی وقت واقعا دلم میسوزه میبینم که شیطان چه افتخاری میکنه برای خودش و روز به روز زیادتر میشن و کلیسا بدن مسیح که این فیض رو چشیده نجات رو پیدا کرده با خون بره آزاد شده بازخرید شده حیات جاودانی رو به دست آورده و ما میگیم که مرسی تشکر ایسای جان واقعا تشکر میکنم برده بودم برده شیطان بودم الان منو آزاد کردی الان تشکر میکنم فقط الان بدنهای خودمون خودم رو برای خودمون میخوایم استفاده گیم. متعلق به خودم هستم اینا میخوام درست متوجه بشین که مسیحیت رو درست بفهمیم ببینیم که مسیحیت اینه زمانی که نجات پیدا کردی بدن تو مال, مال خودت نیست مال مسیح نیست دست مال عیسی مسیح هستن فقط خدا هم ایسای مسیح ای گداهی هم نمی میگه خواهش می کنم دست تو رو به من بده میگه که, که افتخار کن تو میتونی افتخار کنی که دست تو رو میتونی به من بدی من از او استفاده کنم که شریک باسازی ملکوت خدا بشیم برای این عزیزان افتخاره ما اینجا موعظه میکنیم نه میگیم خواهش میکنم بیاین اینجا با خواهش میکنم زندگی نه ما این پیام پادشاهی خدا رو دعوت خدا رو برای شما اعلام میکنیم که شما هم وارد بشین و اونجا جلال خدا به وصلی تو دیده بشه چرا اقتدار کمی داریم تو زندگی خودت نگاه میکنی شاید اقتدار خیلی کمی داری یا اصلا کلا شاید فکرم نکردی در, در مورد اقتدار ما اقتدار گرفتیم از خداوند ما یه وکالتی از خداوند گرفتیم چرا نداریم؟ چون فکر میکنیم این بدنهای ما بدنهای زنده ما نه مقدس زنده ما رو ور میداریم و میخواییم کار خدا رو انجام بدیم برای جلال نام خودمون اصلا یه چیزی به شما میگم هر قربانی برای خدا منتها بکنی هر قربانی برای خدا بکنی که اونجا توی این قربانی عیسی جلال پیدا نکنه قربانی تو باطله گوش کردین تو میتونی از صبح تا شب روزه بگیری دعا کنی هزار تا کارایی انجام بدی برای جلال نام خودت و عیسی مسیح اونجا جلال پیدا نمیکنه در لوقا باب 19 آیه 10 میگه که زیرا که پسر انسان آمده هست تا گم شده را بجوید و نجات بخشد و تو و من یکی از این بودیم درسته؟ گم شده بودیم او آمده با فیض خودش به اکثریت هم گولم زده به خاطر این پاس آلمان اورده خودش رو ظاهر کرده نجات رو پیدا کردی شاید دنبال اصلا عیسی مسیح نبودی فقط به حال خدا روش های خودش رو داره فقط الان نمیخوام برم تو این مطلب فقط میخوام اینطوری باید نگاه کنیم زیرا که پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد بعد از یعنی دو سال پیش عیسی مسیح راه میرفت انجیل رو پخش میکرد درسته ملکوت پادشاهی خدا را اعلام میکرد شفا میداد دیوار را اخراج میکرد همه کارا رو خودش انجام میده بعد از این برمیگرده آسمون روی قدس رو میفرسه و میگه که زو الان من 2000 سال پیش این رو کردم الان اقتدار رو به شما دادم که شما الان برین دیوار رو اخراج کنین شفا بدین و موعظه پادشاهی خدا رو همه جا اعلام کنین موعظه کنین ما بدن مسیح هستیم فقط میخوام درست متوجه بشیم ما نجات پیدا میکنیم فقط از این معموریت بزرگی که به ما داده کنار میکشیم زندگی خودمون رو, رو انجام میدیم این معیزه امیدوار هستم عزیزان واقعا یه تکونی به کلیسا ما به آلفا که بده که بدونیم که برای چه معموریتی ما خانده شدیم دعوت برای چه دعوتی ما خانده شدیم تو اونجا که نشستی روی این صندلی که عیسی مسیح خونش رو ریخته تو یک مأموریتی داری از خداوند گرفتی و و یک خاندگی داری به این خاطر در متا و در متا و همینطورم در مرقس هم میگه که به تمامی نقاط چیز نقاط دنیا بروین و این مژده را به تمام مردم موعظه کنید قبل از اینکه عیسی مسیح صعود کنه میگه که زو بچه ها الان دیدین که سه سال و نیم آمدم این کار رو, رو کردم الان میرم و روی القدس هم خواهد آمد و اینجا میگه که و بعد از اینکه من رفتم الان برین و به تمام بروین الان من آمدم رفتم الان نوبت منه بگو من نوبت یک منه برم بروید و این موجده رو به تمام مردم موعظه کنید و همینطور در بابی 28 هم اونجا نوشته که تمام قدرت در آسمون در زمین به من داده شده به این خاطر برین و امتها ها رو شاگرد بسازین و تعلیم بدیم چیزهایی که من به شما گفتم آمین پس بروین این زمانی که کسی نجات پیدا کرده دیگه شروع میکنه به رفتن من یادم از زمانی که ایمان آورده بیدون عیسی مسیح نجات پیدا کرد اصلا نمیدونی همه یخه همه رو میگرفتم همه هر کسی بود باید سی انجام میدادم باید سی بشارت میدادم شهادت میدادم بیشترم فشارت هم فشارت میدادم فقط یه جوری میخواستم این مثل اینکه میگن کور چرا اینقدر کوری باز کن چشمات و دیدیم میدیدم که اصلا بی تفاوت اصلا دنبال مسیح نیستن یه مغازه گل فروشی داشتم قبل از این همه پلاکات های قبل از ایمان آوردن پلاکات های همه گل اینطوری چیز بود بعد از اینکه ایمان آوردن فقط مسیح آیه های مسیح همه جا مسیح افراد می آمدن می خندن روی من مسخره می کردن این چه چیزی هست اونجا نوشته بودم بزرگ توبه کن بازگشت کن چون ملکوت خدا آمده است واقعا به شما میگم مسخره می کردم بعد از این رفتم گفتم تو اون موقع یه زمانی بود که می رفتم چیز سینما بعد از اینم بعضی وقت میرم فکر نکنی الان مذهبی شدم رفتم اونجا نگاه میکردم اونجا آگهی نشون میدادم گفتم که منم میتونم برم این کار رو به انجام بدم اون موقع مثلا ساده بودم مثلا فکر نمیکردم مثلا کلیسا باید این کار انجام بده فکر کردم من میتونم برم بعد از این رفتم اونجا دنبالش رفتم رفتم از گل 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 فروشی من چیز کردم عکس برداری کردم رفتم توی این سازمان وربونگ همه چی رو انجام دادم و بعد گفتم خداوند یک یک آیه میخوام یک آیه اونجا هم تقریبا یه دو دقیقه هست که اونجا یاد یک دقیقه است که پخش میکنن یادم نیست رفتم اونجا و همه کار رو انجام دادم برای باعث این همینطور هم صحبت میکردم اونجا همون وربونگ هایی که توی تلویزیون نگاه میکنه دیگه رفتم این کار رو انجام دادم و همینطور در دعا میکردم خدا من کدوم آیه کدوم آیه کدوم آیه یهو مزمور باب پنجاه بود که میگه که هرکی که اه، هر کی من رو جستجو هر کی منو جستجو کنه یا مزمور پنجاه سب کنه یه لحظه فکر میکنم آها این بود برای خدا قربانی تشکر را بگذار و نزهای خیش را به حضور علا چی وفان وفا نما پس در روز تنگی مرا رو بخوان تا تو رو اجابت دهد و تو رو تمجید و تو او رو تمجید خواهی کرد یا در روز چنگی صدا کن او رو و او خواهد آمد و دست خودش رو نشون خواهد داد این همه کارا رو کردم رفتم اونجا تقریبا یه سه ماه توی چیز توی سینما اونجا پخش میکردم بعد از این یه روز گفتم که من برم ببینم که چه نتیجه ای است رفتم اونجا نشستم اونجا همین چیزی که آمد گل فروشی من من خدا رو من نبودم فقط گل فروشی بعد چیز بود و آیه اینجا نوشته بود اینجا این این چیزی که آمد و همینطور شروع کردن به صحبت کردن از آن کلیسا شروع کرد به خندیدن چی گفتم کلیسایی سینما همه که اینجا نشسته شروع کردن به خندیدن دلم درد گرفت یه قسمت هم خجالت کشیدم یعنی نمیدونستم من هستم فقط درد گرفت این زمانی که شروع میکنی به بشارت دادن کلام خدا رو پخش کنن فکر نکنین همه میان جا آلی مرسی آلی با گوچه فرنگی هم با تخم و مرغ هم خواهند فر... چیز کرد پرد کرد این زمان های اول بود پدر مادرم همه رو دیگه شروع کردم به بشارت دادن چون این عشقی که در تو قرار میگیری نمیتونی برای خودت نگه داری مثل که حامله شدی الان باید بزایی اینم دائما هم هی حامله میشی با محبت خدا <applause> برای خانواده من از من زده شدن دیگه میرفتم اونجا میگفتم آلبرت خواهش میگم میتونی بیا اینجا تو تو ببند از مسیح صحبت نکن دردناک عزیزان زمانی که با عشق مسیح آشنا نیستیم و عظمت او آشنا نیستیم دنبال جلال او نیستیم دردناک خدا دردناک یعنی واقعا برای بشارت دادن خیلی سخته همینطور گفتم که هفته گذشته نسرینم در موردش هم موعظه کرد در مورد همون یک واعظی بود نه فقط واعظی بود بلکه خودش هم مبشر بود اسمش چی بود چارلز فینی اونجا گناههای مختلف نوشتش چه, چه هایی هست و نسرین هم قسمت هایی هست که گفته مثلا گناههایی هستن که مثلا فکر نمیکنیم گناه باشه مثلا کم دعا کردن یا مثلا الان خدا رو جستجو نکردن یا ما فکر میکنیم فقط باید بریم زنا کنیم و نمیدونم درو بگیم و نمیدونم هزار تا کارهای دیگه انجام بدیم قلمبه سلمبه که بگیم ما گناه کرد. نه خیلی چیزایی هستن که اصلا گناه حساب نمی کنیم یک واعظی هم بود که از او پرسیدن همینطور گفتن که پال واشر اونم واقعا یه مبشر خیلی عالی از پاول باشه پرسیدن گفتن که بزرگترین گناه چیه فکر میکنید؟ شما چی فکر میکنید؟ گناه بزرگترین گناه چیه دعا نکردن بزرگترین گناهی وجود داره وای به دنیا اگه همه اینطوری معمولا بزرگترین گناه گناهی هست که بزرگترین اح... شکستن بزرگترین احکام گوش کردین بزرگترین گناه شکستن بزرگترین احکام بزرگترین احکام چیه؟ اینک خداوند خدای خود را به تمامی دل به تمامی نفس به تمامی توانایی به تمامی فکر خود محبت نمو این بزرگترینه یعنی بزرگترین گناه اینه که بزرگترین احکام رو بشکنی موافق هستین این چیزهایی که ما الان صحبت میکنیم مثلا کم دعا کردن دروغ گفتن و نمیدونم تظاهر کردن قلب افراد رو شکوندن این چیزهایی که گفته خیلی چیزهایی هستن زنا کردن و چشمای بد نگاه کردن این همه چی از این ریشه میاد که بزرگترین احکام رو ما شکوندیم اینجا میگه که خدای خودت رو بر برمیگردیم دوباره چی؟ دوباره همون پولس میگه که بدنهای خودتون رو مثل قربانی زنده پسندیده مقدس خدا به خداوند بسپارید درسته یا نه؟ و الان اینجا بدنهای خودتون یعنی اینجا میگه که تمام دل با تمام نفست تمام احساسای تو فکر تو با تمام توانایی تو و تمام فکر خودت رو خدا رو محبت کن زمانی که این احکام رو میشکنیم دیگه میتونم بگم بزرگترین گناه رو انجام میدیم و دومین بزرگترین گناه چیه و همسایه خود را مثل نفس خود الان سه تا سه تا ترجمه های مختلف هم نوشتم یا و همسایه خود را مثل نفس خود همچون خیشتن مانند جان خود دوست بدار آمین این احکام خداست عزیزان ماهیت خداست محبت و خداوند میخواد ما رو به یه جای ببره اونجا وصف بشیم و محبت او و اگر خدا رو اینطوری که هست دوستش نداشته باشیم و دوست داشتن که خودمون رو بسپاریم به او نتیجه این تمام گناهایی است که ما انجام میدیم و من سومین امروزم هم صبحم هم که رفته بودم دعا کردنم اینجا گفتم خودم سومین گناه بزرگ چیه و بلا فاصله این آمد عطایی و خاندگی که به شما دادم پاسخ ندین خدا تو رو استعداد داده عطا بخشیده خانده خدای زنده خدای خالق خدای قادر متعال مطلق همه جا حاضر دانای مطلق تو رو خانده و تو خار میشمارین این درده یک روز جلوی عیسی مسیح خواهی ایستاد اون برادر بزرگ توست که اونجا جلوی روی تخت نشسته اون برادری هست که به چشم خودش به تو نگاه میکنه که میدونی که خون او ریخته شده که من اینجا ایستادم و جواب میده که از تو سؤال میکنه یا بدترین بدترین چیزی که فکر میکنم اینجا عیسی مسیح اونجا خواهد گفت چند روز پیشم توی مزامیر خونده بودم واقعا خیلی با قلب صحبت میگه که ای کاش میدونستی با تو چه کارهایی میتونستم انجام بدم ای کاش تو میدونستی چه چیزی در تو دادم که میتونستم از تو استفاده کنم و تو نخواستی مثل این که نشون میدی این تاج جلال شکور رو نشون میده میگه که ای کاش میدونستی این تمام چیزا برای تو آماده کردم فقط تو دنبالش نآمدی اینترست نشون ندادی من نمیتونم همسایه خودم رو دوست داشته باشم اگر نه اول شروع نکنم خدا رو محبت کنم بشارت دادن و این ماموریت بزرگی که خداوند به ما بخشیده شروع میشه با اشتیاق برای خدا عزیزان نه اشتیاق برای انسان ما الان کشورهای دیگه رو نگاه میکنیم تو آلمان هم نگاه میکنیم این تمام برحال فساد و دروغ و افرادی که معتاد هستند کشور خودمون رو نگاه میکنیم ایران رو نگاه میکنیم در چه وضعی هستند دلمون, دلمون برای, برای این افراد میسوزه درسته یا نه درد ای خودمند نرمال اینطوری نگاه میکنیم که بیشتر, بیشتر انسان رو فکوس میکنیم مثل اینکه دومین قانون رو نگاه میکنیم فقط اگه دقت کرده با دین ایسای مسیح که آمد هر چقدر رو ترک کرد به خاطر انسان دوستی آمد در این دنیا او آمد فقط خدا رو جلال بده از این یک رازی هست او نه آمد فوکوزش انسان نبود فوکوزش پدر بود من آمدم اراده پدر رو انجام بدم پدر در من کارهای خودش رو انجام میده پسر انسان کاری نمیتونه انجام بده اون پدر که در پسر کار خودش رو انجام میده و من آمدم پدر رو جلال بدم من میخوام یاد بگیریم عزیزان تمرکزمون زمانی که انسان باشه دردهای انسان باشه فکوس میره به انسان خدا رو میگذاریم کنار هر چقدر موعظه میکنیم هر چقدر بشارت میدیم فقط دنبال جلال نیستیم دنبال انسان هستیم که انسان رو شفا بدیم یا انجیل رو پخش کنیم امروز میخوام درست متوجه بشیم روش خدا فرق میکنه میگه که خدای خودتو اول با تمام دل و جان و فکر و توانایی دوست داشته باش بعد از این انسان رو دنبال این باش که همون سرودی که اول خودیم پدر آسمون نام تو جلال یابد و ملکوت تو بیاید و ارادت همین تو در آسمون در این زمین انجام بشه اول جعو باید جلال پیدا کنه زمانی که من میخوام بشارت بدم یا اون موقع اشتباهاتی میکردم فشارت میدادم میخواستم فقط یه چیز رو منتقل کنم و زمانی که کلام خدا رو درست متوجه, بشیم, متوجه بشیم، اینه که هدف ما باید اینطوری باشه چطور میتونم چطور چه زندگی باید بکنم و همینطور هم از این استعدادها عطا خواندگی که خدا است... به من بخشیده چطور میتونم خدا رو جلال بدم این اولین جای باید باشه چرا چون زمانی که من میرم با قدرت خودم الان الان اینجا موعظه میکنم یا مثلا افرادی میرم نجات پیدا میکنن آخر میگم که ببین چقدر من خدمت کردم چقدر زحمت کشیدم این افراد آمدن نجات پیدا کردم قسمت هایی هست که هر چقدر خدا نجات میده من نمیتونم نجات بدم فقط من جلال رو پیدا میکنم زمانی که تو واقعا در این فکر باشی چطور میتونم زندگی کنم که واقعا نام مسیح جلال پیدا کنه فرق میکنه اون موقع هست که خدا رو میذارم بیا و خدا کار خودش رو انجام میده تقریبا بعضی وقت هم هست که من, من مثل تماشاچی میمونم من فقط این بدن خودم رو فکر خودم رو گوش خودم رو چشم خودم رو در اختیار او میسپارم میخوام او جلال پیدا کنه از ما خیلی زیاد در مورد جلال اینجا صحبت میکنیم سرودهای از جلال دیدم جلال برنامه تو و بد نیست یعنی چیزی نرمالی که ما در مورد جلال خدا صحبت میکنیم و میخوام خدا من تو رو جلال بدم نام, نام تو رو برافرازم بعد بعضی وقت هست که چیزایی که حرف میزنی واقعا بعضی وقت نمیخوام بی احترامی کنم خنده داره ما زندگی خودمون رو انجام میدیم همه کارا رو انجام میدیم فقط با زبان میاییم اینجا میخوایم خدا رو جلال بدیم خدا میگه که ببین بدنه خودت رو به من ببخش که من بتونم جلال پیدا کنم گوش میکنه تو میخوای بدون من منو جلال بدی نمیتونی غیر ممکنه نه با قدرت نه با قوت بلکه به وسیله روح خداست امروز پرستشی عالی بود نه چرا چون واقعا گفتیم یسا جلال باید اینجا دیده بشه شکوه از این های خدا شروع کردیم به صحبت کردن اعلام کردن من بغض هم گرفته بود نمیدونستم که بخونم اون تو زیر خدا شیرین عالی مثل اینکه میگه که این فکر و این ذهن رو داشته باشین که من جلال پیدا کنم و خودت رو بسپاری خ... اون موقع جلال خودم رو خواهید دید و نه فقط اونها ما خواهیم دید بلکه دی... افرادی که بیرون از کلیسا خواهند دید در ملاکی باب یک آیه یازده اینجا میگه که زیرا که از زیرا که از محل نه محل محله محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن نام من در میان قومها ها یا امت ها بزرگ خواهد بود و در همه جا به بخور و هدیه تاهر به نام من تقدیم خواهد شد زیرا خداوند خداوند لشکرها میگوید نام من در میان قوم بزرگ خواهد بود و در ملاکی است که اینجا صحبت میکنه و میگه که چه کاری کرد بی احترامی کردی نام منو چطور بی احترامی میکنیم زمانی که بدنهای خودمون برای زندگی خودمون استفاده میکنیم متعلق به خودمون هستیم بعضی وقت به به خداوند فقط قرض میدیم فقط زمانی که عزیزان اینو باید یاد بگیریم فکر میکنم این تعلیم های اینو خواهش میکنم اینو متوجه بشیم این فقط موعظه نمیکنم برای شما عزیزان منم هم همینطور توش هم هستم منم در حال کوشش هستم فکر نکنی که ما اونجا که منسین و من اینجا موعظه میکنیم ما به یه جایی رسیدیم همه چی نه دائما ما همونطور کلنجار میریم خدا من. هر مکاشفه های هر چیزایی که به دست میاریم اول ما شروع میکنیم در مونش دعا کردن روزه گرفتن و و و, و. بگی خداوند در این قسمت تو بیا تو کار خودت رو انجام بده این تمام زندگیمون مربوط به اینه که چطور خدا میتونه جلال پیدا کنه این ربطی به الهیت نیست این ربطی نداره که چقدر الان رفتی درس خوندین چقدر نمیدونم اعلام الهیت رو خوندی چه مقامی چه چیزای تیتری به دست آوردی ربطی به این نیست همه چی عالی خوبه فقط آخر باید نگاه کنیم که آیا واقعا عیسی جلال پیدا میکنه یا نه این بره باید افتخار و پاداش کامل را برای رنج، رنج، رنجهایش کسب کند. این بره خدا، این برره که زندگی خودش رو داده، تو رو بازخرید کرده، باید افتخار و پاداش کامل را برای رنجهایش کسب کند. و من و تو اونجا مسئول هستیم. یه کسی که واقعا نجات پیدا کرده واقعا این جهنم رو در کرده و الان آمده در, در ملکوت نور نمیتونه دیگه ساکن بشه باید در این قسمت در مورد مسیح در مورد احترام گذاشتن و همینطورم هم جلال خداوند زندگی کنه هر کاری ما انجام میدیم کتاب مقدس خوندن دعا کردن خدا رو جستجو کردن آخر به با اون باید به نتیجه برسی اگه واقعا میخوایی سمره بیاره باید مسیح جلال پیدا کنه این پول واشر خودش که مبشر خیلی عالی واقعا یک نمونه از برای من که زمانی که کتاب یا موعظه او را میشنوم میگم واقعا چه دورانهایی گذرونده و جا خودش میگه که مبشرهایی هستن که زمانی که کنفرانس های کنفرانس های برای بشارت دادن و برای میسیون و میگه که مبشرهایی هستن که گفتن که عیسی مسیح روی تخت نشسته و مثل یک یک کسی هست که چطور گفته که منتظر دستا و پاهای قوم خودشه چطور میتونه استفاده کنه که پیام رو به به امتا برسونه اونجا زمانی که چیز میکنن موعظه میکنن و دعوت میکنن میگه می کیا هستن که میتونن میخوان پاهای عیسی مسیح بشن کیا هستن که میخوان دهن دست دستای عیسی مسیح بشن و میگه که بعضی وقت میگو که این آمه یزوس اون عیسی چی میگن آمه ایسای بیچاره بالا نشسته و اونجا نشسته و منتظر هیچ کسی بدن خودش رو نمیده یا کم افرادی هستن که بدن خودش رو به عیسی مسیح میدن خودش گفته بود من توی پرو اونجا کار بشارتی میکرد و زمانهای خیلی سختی بود اونجا هم یک انقلابی هم افتاده بود انقلاب چیز انقلاب سیاسی اتفاق افتاده بود خیلی وضع خیلی خراب بود و اونجا به حال چیز میکرد خدمت میکرد و جلال خودم خیلی قوی اونجا بود بعد از این یه کسی بود از آمریکا زنگ زد گفته که اه پاول اه من میخوام بیام اونجا خدمت کنم من میخوام واقعا خودم رو کلا بسپارم به عیسی مسیح بعد از این هم گفته که گفته خب چی میکنی الان چه کاری میکنی الان یه چیزی خوندی یه شناختی از مسیح داری نه من چیزی نمیدونم فقط من واقعا میخوام بدن خودم رو بده به دست عیسی مسیح من میخوام بیام پرو و خودم رو بسپارم و بهشم گفته ببین پرو دو هیچ کسی تو پرو, پرو, پرو دنبال بدن تو نیستن دنبال زندگی تو نیستن منظور چیه؟ منظور اینه که خودش میخواد بیاد اینجا با خودش با جلال خودش با فکرهای خودش بیاد نه شناختی از مسیح داره نه دعا میکنه نه حضور خدا رو جستجو میکنه و به این خاطر پول بهش گفته ببین هیچ کسی تو پرو دنبال بدن تو نیستن با اگر با این حال میخوای بیایی دعاست روزه خدا رو جستجو کردن شوق زدن قلب تو آماده کردن واقعا یک اشتیاقی باید به وجود بیاد که خدا بتونه از تو استفاده کنه ما باید بدونیم که در تیتوس باب سه همونجا نوشته که این مهربانی و انسان دوستی خدا عیسی مسیح بود که آسمون رو ترک کرد آمد در این دنیا که ما رو نجات بده انسان دوستی خدا عیسی مسیح انسان رو دوست داره ما خلقت او هستیم او حق داره این حق داره روی زندگی ما تسلط داشته باشه که ما رو نجات داده فقط ما هم باید فراموش نکنیم یک روز همینطور گم شده بودیم یک روز هم همینطور در زندگی برحال افرادی هستن که زندگی نرمالی داشتن افرادی هستن که واقعا افسرده موتاد بودن افرادی که واقعا گم شده هستن تو کشور ایران نگاه میکنیم چه،, چه دردی زیادی هست یا ما نجات پیدا کردیم و خدا میگه که من حق حق دارم زندگی خودت رو داشته باشم که بتونم استفاده کنم خدا انسان رو دوست داره و خدا میگه که تو نمیتونی انسان رو اینطوری که من دوست دارم دوست داشته باشی گوش کنی؟ تو نمیتونی انسان رو اینطوری که من دوست دارم دوست داشته باشی یه بار برو بیرون افرادی هستن که اینجا رفتین کار بشارت رو انجام دادیم ما توی هامبورگ همینطور تقریبا یه 20 سال پیش بود یک سال هر شنبه رفتی بودیم هاپانوف میز کتاب گیتار پرستش و سرما بعضی و ده درجه مینوس بود با دست کشا اینطوری چیز پرستش می کردیم هیچ کسی اون موقع توری این چیز اینترست نداشت می آمدن مسخره میکردن پد برو الان یک بار دو بار سه بار این کار رو انجام بده و می بینی که توهین میکنن مسخره میکنن درسته یا نه یه بار دو بار سه بار چهار بار این کار رو انجام بدی چی میشی زده میشی من رفتم اینا همه احمق و کور و کر به درد نمیخورن چرا؟ چون فوکوست انسانه فوکوست این نیست که مسیح جلال بیابه زمانی که واقعا جای اول مسیح باشه جلال بیابه ده بارم بری بیس بارم بری اونجا این صحبت های تو رو نیمی رنجونن چون تو مسیح رو بردی اونجا و میخوای او اونجا جلال بدی متوجه هستین کشور ایران الان که الان هم خیلی دعا میکنیم برای کشور ایران همین هفتم هم که وقتم گذاشتیم منم دعا میکردم برای این قسمت و همین تو موعظه هم آماده میکردم برال ما خیلی جای خوبی هستیم تو آلمان هم نشستیم اونجا پاسمم هم, هم گرفتیم پاسمون اقامت هم گرفتیم بعضی اصلا نگرفت نگرفتن روزوی کنکس ها هستن حال ما جای امنی هستیم تو ایران اونجا درد و رنج رو حتی ما اینجا حاضر درست هم نیستیم که دعا بکنیم برای اون کشور بعضی وقت هم بخوام صداقت صحبت کنم بعضی وقت خلومبه سلومبه صحبت میکنیم کشور ما کشور ما نجات بده چی فکر کنه اگه خودم میگه باش اوکی برای من میری ایران برمیگردی ایران آیا واقعا دلت برای ایران میسوزه الان آمدی اقامت رو گرفتی پاسم هم گرفتی کارم داری حاضر هستی الان برگردی ایران برای هموطانی خودت اونجا شروع کنی به بشارت دادن و مسیر رو جلال دادن آیا میخوای ما میگیم که عیسی مسیح بیا در کشور ما جلال بیاب چطور جلال بیابه به وسیله توست منظور این نیست که الان همه باید برگردیم منظور قلب ماست ما الان اینجا جلسه گذاشتیم برای دعا کردن برای دعا هم نمی درست بعد بعضی وقت بعض احساساتی میشیم تلویزیون رو فقط نگاه میکنیم این چیزها رو نگاه میکنیم آه وای ایران من ایران توست روزه بگیر دعا بکن زمانی که میگیم که جمع میشیم برای دعا کردن پس بیا برای دعا حداقل بیا برای دعا حالا نمیگم برگرد ایران فقط برو تو خونه سوال کن چقدر واقعا قلبت برای ایران یا افغانستان هم هست چقدر میسوی چقدر میخوایی مسیح در ایران جلال یابه چقدر میخوایی و اگه میگی که من میخوام پس سوال کن چی میخوای انجام بدی چه قدمی میخوایی برداری من 2011 رفته بودم افغانستان ولی ده روز تو افغانستان بودم وضع افغانستان رو دیدم واقعا دردناک بود ایران خیلی بهتره حداقل تو ایران یک نظمی هست اونجا هستن همه چی بی نظم تو خیابون میتونم بیان اونجا میگه مسلمه میکشن بر واقعا در حضور خداوند میگم من برگشتم گفتم خودم من, من حاضر هستم برم افغانستان من حاضر هستم همه چی رو بگذارم برم افغانستان منو بفرست من میرم چون درد روندی دیدم و میبینم که افرادی خدا احتیاج بهش افراد داره یک کشور که بیداری به وجود میاد به وسیله افرادی که اینجا خونا ریخته شدن برادرمون هایی که ده تا وایزین ایرانی تو ای ای 1990 91 92 اونجا کشتن این خونی ریخته شده است اونایی که درست ایستادن خودش رو انکار کردن بدن خودشون مثل قربانی زنده به اختیار خدا گذاشتن اون ریخته شده که ما الان اونجا نتیجه این دردها و رنج های برادر خارایی بودن و سوال من اینه که چقدر واقعا قلب تو برای ایران اینقدر ما میگیم ایران نجات پیدا کنیم درست مد... میدونیم که ایران یه خاندگی بزرگی داره من باور میکنم ایران یه کلید اصلی برای تمام کشورهای اسلامی فقط احساساتی نشیم همینطور مثل اشای نبی اشای نبی که زمانی که خدا او رو نشون داد گفت بعد از این ایسا هست میگه کی رو بفرستم و بعد از این گفته که لبه خدا من من رو بفرست اگر فکر میکنه الان همه مثل که الان ایسای مسیح واقعا ایسای مسیح بیاد اینجا یهو همه دگاه کن با جلال شکوش بیاد اینجا بیسته میگه که ایران وضع ایران خرابه من احتیاج به بدن دارم احتیاج به دست دارم احتیاج به پا دارم کسی هست اینجا میتونه من رو به ایران ببره چی میخوایم بگیم مطمئن باش زمانی که خدا بر ب... تو رو بفرسته اگه افراد اینجا هستن حتی واقعا این هنوز با هیچ کسی هم صحبت نکردم نسینم وقتم هم نشد رفته بودم مسافرت حتی من فکر کردم گفتم که اگه یه کسی اینجا باشه بگه که من میخوام من همه چی رو گرفتم نه اینطوری به بمب رسیدم من میخوام برگردم واقعا همه چی رو تو گرفتی و میگه که خدا با من خلب صحبت کرد و میخوام برگردم ایران میخوام جلسه الان هم هنوزم درا بسته هستن میگم میخوام جلسه خانگی شروع کنم من مطمئن هستم کلیسا هم باور چیزم میکنه قبولم میکنه ماش ما رو کلیسای الفا میگا ما رو حمایت میکنیم پشتش ما میستیم میگیم که برین پشتش ما پشت شما هستیم از طریق مالی از طریق هر چیزایی که از کمکی است ما پشت شما هستیم برین اونجا و شروع کنیم به ساختن پادشاهی خدا برین اونجا مسیر اونجا جلال بدین و یک زمانم ما مطمئن هستیم در ایرانم باز خواهد شد زمانی که باز خواهد شد چی میخواییم بکنین بریم دوباره کباب بخوریم و بریم دوباره لذت ببریم یا <تصفح> میخوایم این من شک در بازن هر چیزی که هست همه چی رو میفروشم من میرم اونجا بتونم نام تو رو جلال بدم نه برم اینجا بشارت بدم نه بخوام این کار اول من بدن خودم رو میسپارم به دست تو منو بفرست که نام تو جلال پیدا کنه اون موقع دیگه اون موقع تو باز نمیکنه برای چیزای کوچیک مطمئن باش خدا به وسیله تو جلال خودش رو نشون خواهد داد این چیزهای حقیقت هایی است که الان خدا میخوا باید با ما صحبت کنه که به شناخت خودمون برسینیم. برسیم برسیم باید متوجه بشیم چه بزرگترین گناه چیه شکستن احکام بزرگ خدا و دومینش بشارت ندادن همسایه خود یعنی یک هر کسی همسایه خود یعنی هر کسی که مثل تو نیست یا آدم بدکار گناهکار پانکا، شیطان پرست، فایشا خدا این افراد رو دوست داره الان تو ایران پر از از این چیزا اگه بری وارد ایران بشی جلوی این مردا زن و بیستی حالت بد میشه میگی کسی کاش که ناومدم زمانی که میری اونجا میگی خدا من رفتم اونجا که نام تو جلال پیدا کنه دیگه قدرت خواهی گرفت حتی پیش این افرادی که اونجا هستن گناهکار هستن معتاد هستن هر کسی هست هر چقدر کسیف هم هستن بتونه بری چون میخوای جلال خدا رو میخوای ببری اونجا آمین فکر میکنم خوب میشه الان دعا کنیم عزیزان من میدونم خیلی هستن که اینجا یا یعنی افرادی هستن که واقعا خوانده شدن برای مبشر خدمت مبشری افرادی هم هستن که خوانده نشدیم برای خدمت مبشر یعنی خاندگی مبشر فقط به حال وسیله مسئولیت ما اینه که حداقل شاهدان مسیح بشیم که محبت فیض و جلال خدا را به همسایه خودمون برسونیم شاید مبشر نیستی فقط به حال این چیزهایی که خدا در زندگی تو کرده میتونی اعلام کنی و زندگی با زندگی خودت میتونی مسیر رو جلال بدی حالالوی خدا بند یا ای خداوند، ایسا جا من مطمئن هستم تو اینجا حضور داری و تو این چند مدتی هست که در مورد خداوند این قسمت ها با ما صحبت میکنی مرسی که خداوند امروزم دنبال این نیستی که ما رو داوری کنی بلکه چشم های ما رو باز کنی خداوند که بتونیم به چه خاندگی تو تک تک ما رو خاندی چه بهای عیسی مسیح تو پرداخت کردی چطور این بدن های ما که یک روزی باید می رفتم توی جهنم ابد در ابدیت توی جهنم می بودیم خداوند این بدنهای ما رو تو آمدی باز خرید کردی و چقدر هنوز ما این بدنهای خودمون برای خودمون میخوایم استفاده کنیم و پدر جانی که این خاندگی یا این عطاهایی که به ما دادی پدر جان و این خاندگی که ایسا تو ما رو خاندی تک تک ما رو خاندی که اهمیت نمیذاریم دنبالش نمیریم خدا من فقط میخوایم خدا من امروز چشم و قلب همه ما رو باز کنی خدا من نمیخوایم دوباره یه قولهایی به تو بدیم نمیخوایم بیایم جلو دوباره بگیم نه خدا من من میتونم من میخوام و خدا من نه دیگه زمان کم خداوند مسئول زیاده الان خداوند دعای من, من اینه خداوند رول قدس تو بیایی من رو به تک تک ما قلب های همه ما صحبت کنی خداوند و مثل یک نور وارد بشه خداوند که واقعا به شناخت خودمون برسیم خداوند من تو خاندان خودتو میشناسی خداوند من دعا میکنم تو این قلب رو تسخیر کن تو این قلب رو امروز لمس کن خداوند من نمیخوام بگم برکت بده بلکه این اشتیاق رو قدرت رو بهشان ببخش که از امروز به بعد تو رو جستجو کنن از امروز به بعد واقعا این موعظه باعث بشه که بیشتر وقت بذارن برای تو برای کلام تو با روزه و دعا بطلبن بطلبند فریاد بکشن خداوند منو از من استفاده کن با تمام دلشون بتونم بگن خداوند این بدنها رو میخوام به تو این دستهای من میخوام مال تو باشه کمکم کن این پاها میخوام مال خودت باشه کمکم کن این چشما میخوام مال خودت باشه این دهن مال خودت باشه کمکم کن به اونجا برسم که واقعا با آگاهی عملا بدن خودم رو مثل قربانی زنده مقدس پسندیده به تو دستای تو بسپارم که تو کار خودت رو به وصلی من انجام بدی خداوند اینو برای همه ما برای منم همینطور دعا میکنیم خداوند حاللویا خداوند یه لحظه همینطور در حضور خداوند سکوت کن و شاید خدا میخواد الان با تو صحبت کنه شاید زمانی هست که زندگی تو میتونید یه بررسی بکن آیا واقعا میخوایی مسیح در زندگی تو جلال بیابه آیا واقعا میخوایی عیسی مسیح در این کلیسا کلیسایی که خانه پدر جلال بیابه اگه واقعا میخوایی این شهری که زندگی میکنیم همسایی زیادی هستن کنار تو آیا واقعا میخوایی ایسا جلال بیابه آیا واقعا میخوای کشور ایران توی کشور ایران واقعا جلال خدا دیده بشه و چه قدمی میخوای برداری دوباره خداوند میگه که نام من در میان قوم ها بزرگ خواهد بود آیا میخوای تو شریک این عظمت و بزرگی من باشی آیا میخوای زندگی طوری باشی که به وصلی تو نام من در محلی که زندگی میکنی بزرگ و جلال پیدا کنه هللویا خدایا پس بهش خودت بگو خودت بگو قلب من قلب منو تسخیر کن خدا من قلب منو از قلب من شروع کن خدا بند. این اشتیاق رو به وجود بیاد برای تو